به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود و احترام به شما عزیزانی که به این برنامه توجه می فرمایید. مطلبی را که می خوام برای شما شنوندگان گرامی قبل از شروع برنامه ام بگویم آن است که بسیاری از هموطنان عزیزم از درون میهنمان مرا مورد تشویق قرار دادند و از رادیوی اسرائیل خواستند که یک بار دیگر قصه های شاهنامه را این قصه گو بازخوانی نمایند. به این جهت از همین هفته روزهای چهارشنبه قصه ضحاک و کاوه آهنگر را از رادیو اسرائیل تعریف خواهم کرد. ضمن تعظیم و تکریم به هم‌میهنان بزرگوارم از رادیوی اسرائیل سپاسگزارم که به هموطنانم پاسخی شایسته داده و از من خواسته است تا به عنوان قصه‌گو هر هفته شاهنامه را مورد بررسی و نقد و گفتگو قرار بدهم. و در کمال سرافرازی میگویم که قدرشناس آن همه محبت هم میهنانم هستم. اینک برمیگردیم به قصه خودمان. هفته پیش براتون گفتم که افراسیاب گرسیوز رو مأمور کرد تا به اردوی ایران برود و با سیاوش و رستم از صلح و دوستی و آشتی گفتگو کند و هدایای گرانبهایی به ایشان تقدیم نماید که نشان از مراتب احترام و دوستی و صداقت افراسیاب باشد. بیاورد گرسیوزان خواسته که روی زمین زو شد آراسته، دمان تا لب رود جیهون رسید، ز گردان فرستاده ای برگزید، بدان تا رساند به شاه آگهی که گرسیوز آمد بدان فرهی. گرسیوز به دستور افراسیاب چنان هدایای ارزشمندی را از گنجینه ها برداشت که در تمام زمین مثل مانند نداشت و سپس با آن 200 گرد سواری که انتخاب کرده بود یک سر تا لب رود جیهون به تاخت آمد. در ساحل جیهون اردو زد، آنجا توقف کرد، بعد با مشورت افسران همراهش چند نفر از ضبط سواران تربیت شده را انتخاب کرد و به آنها مأموریت داد تا از جیهون بگذرند و در ساحل مقابل، یعنی آنجا که سپاه ایران اردویش را برپا کرده بود، به فرمانده اردوی ایران اطلاع بدهند که گرسیوز سرفرماندهی سپاه توران برای دیدار شاه سیاوش آمده است. به کشتی به یک روز بگذشت آب، بیامد سوی بلخ دل پرشتاب. فرستاد آمد به درگاه شاه، به گفتش که گرسیوز آمد برا. مقدمات انجام شد. روز بعد گرسیوز با افسرانش سوار کشتی شدند و هدایا را همراه خودشان برداشتند و با کشتی به راه افتادند. جیهون آن روزگار یا اروندرود که رودخانه بسیار وسیع و پر آبی بود و در واقع مرز ایران و توران قرار داشت و شهر بلخ، یعنی همون شهری که سیاوش در آن اتراق کرده بود، در ساحل غربی جیهون واقع است و پاسداران و نگهبانهای ایرانی در ساحل بر جیهون نظارت داشتند. هنگامی که نگهبانهای ساحلی از دور دیدند که کشتی گرسیوز نزدیک به ساحل می شود، رفتند و سیاوش رو خبر کردند. سیاوش
گوه پیلتن را بخوان و از این داستان چند گونه بران. چو گرسیوز آمد به درگاه شاه، بفرمود تا برکشادند را. سیاوش وقتی دانست که گرسیوز به اتفاق افسران بلند پایی اردوی توران به نزد او می آیند، نماینده ای فرستاد و رستم را خبر کرد و اطلاع داد. بعد هم دستور داد تا برای استقبال از میهمانانش سپاه تشریفات نظامی برپا بکند. راه رسیدن به چادر پادشاه رو فرش کنند. با تشریفات کامل گرسیوز و همراهانش رو وارد نمایند. سیاوش ورا دید، برپای خواست، بخندید و بسیار پوزش بخواست. ببوسید گرسیوز از دور خاک، رخش پرز شرم و دلش پرز باک. سیاوش وقتی دید که گرسیوز به چادرش نزدیک می شود، از جایش بلند شد، به اصطلاح به پیشواز او آمد و در حالی که خندان بود و چهره گشاده داشت، به انتظار ورود گرسیوز جلوی چادرش ایستاد. اما گرسیوز وقتی چشمش افتاد که سیاوش به پیشواز او می آید، بسیار ادب کرد و به خاک افتاد و زمین رو بوسید. در حالی که از این استقبال و پیشواز آرایش زیبای نظامی سخت شرمنده شده بود، اما تو دلش از ترس خارخار می شد، تنش می لرزید. سیاوش بنشاندش زیر تخت، ز افراسیابش بپرسید سخت. چو بشنید گرسیوز از شاه نو، بدید آن سر و افسر و گاه و نو. سیاوش او را با احترام تمام تا کنار تخت خودش راهنمایی کرد و جایگاه ویژه‌ای برایش معین نمود و گرسیوز و افسرانش کنار تخت او نشستند. سیاوش با چهره‌ای بشاش با آنها خوش آمد گفت. بعد هم شروع کرد تا از افراسیاب احوال پرسی نمودن. که این برخورد خوشایند سخت به دل گرسیوز و افسرانش نشست و به تدریج آرامش خودشون رو باز یافتن. به رستم چنین گفت که افراسیاب چو از تو خبر یافت اندر شتاب، یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد، آن هست با من به راه. بفرمود تا هدیه برداشتن، به چشم سیاوش بگذاشتن. گرسیوز که از دیرباز رستم رو میشناخت، رو کرد به او و گفتش که افراسیاب هنگامی که شنید تهمتن هم همراه شاه سیاوش بدین سوی آمده اند، حضورتون رو شاد باش میگوید و برای پهلوان هدیه و یادگاری ویژه‌ای فرستاده است که تقدیم خواهم نمود. آن وقت دستور داد تا سربازان همراهش هدایای مخصوص سیاوش رو به مقابل چادرش آوردند تا از دید سیاوش بگذرانند. ز دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و غلام و سپاه. کس اندازه نشناخت آن را که چند ز دینار و از تاج و تخت بلند. غلامان همه با کلاه و کمر، پرستنده با پاره و طوق و زر. پسند آمدش سخت و بکشاد روی، نگه کرد و بشنید پیغام او. از دروازه شهر بلخ، یعنی از ساحل جیهون تا مقابل چادر سیاوش، هر کجا رو که نگاه می کردی، غلامان زرین کمر، کنیزان خوشتن و توش با لباس ها و توقهای طلایین، اسبان دونده با زین و یراق جواهر نشان و بدرهای سکی زر و سیم که به نمایش گذاشته شده. و بعد هم یک تخت بلند و تاج جواهر نشان که افسران سر دست آن را به بارگاه می آوردن که طبیعتاً
چنین برخوردی از گرسیوز و نشان دادن هدایا مقبول طبع جوان سیاوش واقع شد و سخت خوشایندش بود. به این جهت با گشاده روی کامل به پیغام افراسیاب گوش فرا داد. تهمتن به دو گفت: یک هفته شاد بباشیم تا پاسخ آریم یاد. بدین خواهش اندیشه باید بسی، همان نیز پرسیدن از هر کسی. زمانی که تماشای هدایا به پایان رسید، گرسیوز هم پیغام افراسیاب رو درباره صلح و دوستی و آشتی بیان کرد و از هر دو سوی آرامش فکری برقرار شد. رستم از جایش برخاست و اعلام کرد که ای گرسیوز، شما و یاران همراهت بسیار خوش آمدید و به میمنت حضور شما یک هفته جشن خواهیم گرفت و در این یک هفته ما هم با بزرگان و خردمندان مشورت خواهیم کرد تا پاسخی شایسته برای خواسته افراسیاب تهیه نماییم. چو بشنید گرسیوزان گفتگوی، بمارید بر تخت او موی و روی. یکی خانه او را بیاراستند، به دیبا و خالیگران خواستند. وقتی که گرسیوز سخنان آرام بخش رستم پهلوان را شنید، در مقابلش سر فرود آورد و به علامت رضایت بوسه بر تخت او زد و پذیرفت که یک هفته میهمان ایرانیان باشد و با خوشی و شادکامی به سر ببرند. مأمورین فرمان یافتند تا برای گرسیوز و افسرانش خانه ای را که شایسته باشد آماده کنند و از هر حیث وسائل پذیرایی و شادخاری آنها را فراهم نمایند. سیاوخش با رستم پیلتن برفتند دور از بر انجمن. نشستند بیدار به هر دو به هم، سگالش گرفتند بر بیچ و کم. وقتی همه کارها رو به راه شد، سیاوش و رستم از بین جماعت حاضر رفتند بیرون و یه گوشه خلوتی رو انتخاب کردند. روبروی هم نشستند و همه اتفاقات رو با هم بررسی نمودند و سعی کردند حتی هیچ نکته ریزی رو هم از نظر دور ندارن. اما با همه این احوال که ظاهراً همه چیز خوشایند و زیبا بود، از آن کار شد پیلتن بدگمان، کزان گونه گرسیوز آمد دمان. طلایه به هر سو برون تاختن، چنان چون به بایست برساختن. رستم که مردی است جهان دیده، خردگرا و روشنبین، ته دلش از این کار افراسیاب و این رویه خوشایند گرسیوز سخت ناراحت بود. به سیاوش میگفت که من نمیتونم به راحتی بپذیرم که افراسیاب دشمن خونی ایران این گونه از در صلح و آشتی وارد بشود. فکر میکنم پشت پرده یه خبری هست. به این جهات باید کاملا مراقب همه جوانب باشی. فرمانده نگهبانها را احضار کرد. دستور داد که در چهار گوشه شهر و مقابل جیهون نگهبانهای از زبد سواران و پیشتازان را بگمارند که شبان روز پاسداری بدهند تا مبادا تورانی ها با این بازی هایشان آنها را به خواب خرگوشی ببرند و ناگهان شبیخون بزنند. اعلام کرد به فرمانده نگهبانان که مرتباً مرا از وقایع مطلع کنید تا مبادا یک لحظه غفلت ما را دچار پریشانی کند. سیاوش زرستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کنم از نهفت، که این آشتی جستن از بحر چیست، نگه کن که تریاق این زهر چیست. سیاوش
که به اصطلاح برای نخستین بار است به فرماندهی سپاه ایران مقابل تورانی ها قرار گرفته؟ طبیعتاً سخت دلشوره دارد. اضطراب و هراس از به دام افتادن ناگهانی او را آزار می دهد. به این جهت روی به رستم کرد و گفت که من باید این راز را که در دلم مانده بیرونش بیارم و ترسم را برات آشکار کنم. برای اینکه نمیفهمم چرا افراسیاب دست به یک چنین کاری که بیشتر شبیه حیله های هوست زده. ای پهلوان بیاندیش که پادزهر این اقدام چی هست و چه باید بکنی که غافلگیر نشوی. ز پیوسته خون به نزدیک اوی ببین تا کدام است صد نامجوی. گروگان فرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما. نبینی که از ما غمی شد زبیم همی تبل کوبد به زیر گلیم. ای پهلوان دقت کن ببین همراهانش از پهلوانان که هم خون افراسیاب هستند چه کسانی هستند؟ تا ما 100 نفر از آنها رو به عنوان گروگان تضمین این آشتی بخواهیم که افراسیاب به اردوی ما بفرستند و آنها را نگاه داریم تا یک کمی برامون آسایش خیال بیاره. درست مثل این است که این تورانی ها این دفعه تبل و کوس جنگ رو زیر گلیم قایم کردن و صدای کوس و نقاره جنگی رو از دور دست و از گوشه های پنهان میشنوی. به این جهت دلم آرام ندارد. چو این کرده باشیم نزدیک شاه فرستاده باید یکی نیک خواه. برد نزد او زین سخن آگهی مگر مغز او آید از کین تهی. ای پهلوان بزرگ وقتی موفق بشویم از تورانی ها به منظور اطمینان 100 نفر گروگان از خیشان و نزدیکان افراسیاب بگیریم و اونها را با خودمان به داخل ایران ببریم یک کمی خیالم راحت خواهد شد. اما به هر حال قبل از هر تصمیم نهایی باید یک نفر از بزرگان و همراهانمان را نزد کاووس شاه بفرستیم و همه قضایا را برایش توضیح بدهیم و او را مطمئن کنیم که هیچ حیله و رازی در کار نیست، بلکه صرفاً پیشنهاد صلح و آشتی و دوستی برای من آوردند که اگر پادشاه بپذیرد و دل از کینه و دشمنی با تورانی ها پاک کند، آن وقت ما به همان صلح و دوستی رضایت خواهیم داد و پیمان را امضا می‌کنیم. چنین گفت رستم که این است رای، جز این روی پیمان نباید بجای. چنین گفت رستم که این است رای، جز این روی پیمان نیاید به جا. رستم در پاسخ سیاوش گفت که ای سپهبد، تو را با این همه بیداری و هوشیاریت می ستایم. هر آنچه می گویی عین خرد و صواب است و محققا باید قبل از هر اقدامی نظر پادشاه رو دریابی تا با رضایت خاطر ایشان اقدام به صلح و آشتی بکنی. روز و روزگارتان خوش تا برنامه بعد.